بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همکاران عزیز. امروز در خدمتتون هستیم با موضوع نرم افزار جستجوی منابع اندنوت. خب همونطور که مستظر هستید، نرم افزار اندنوت یکی از نرم افزارهایی هستش که برای مدیریت منابع استفاده می شود و خوشبختانه در کشور ما هم وجود داره، هرچند که با فیلتر شکن باید دانلودش کرد و کرکش کرد، ولی قابل استفاده هستش. اگر به گذشته برگردیم، قبلا برای جستجوی منابع ما شیوه دستی داشتیم. حالا یه سری فیش هایی بودش که بر اساس اون فیش های کوچکی که بودش به منابع مراجعه میکردیم. حالا اون قسمت هایی که مد نظر ما بودش یادداشت میکردیم و در انتها از این فیش ها برای نوشتن مقاله، رساله یا پایان نامه استفاده میشد. اما در حال حاضر خب نرم افزارهایی اومدن که این کار رو برای ما راحت کردن و یکی از اون نرم افزارهای مشهور نرم افزار اندنوت هستش که حالا توسط حالا خود تامسون رویتر که حالا قسمت ISI هم هستش، این نرم افزار منتشر شده. حالا ما این جلسه راجع به این میخوایم توضیح بدیم و استفاده بکنیم. وقتی که نرم افزار رو دانلود میکنید، یه قسمتی توی همین قسمت پروگرام ها میادش عنوان نرم افزار اندنوت که اینجا الان ما نرم افزار اندنوت رو میبینیم. روش کلیک میکنیم، حالا یه صفحه باز میشه که حالا ما اینجا پایین آوردیم یه همچین نرم افزاری که هستش، این قسمت باز میشه و من برای که از اول شروع بکنیم صفحه رو میبندم و دوباره امتحان میکنیم. حالا نرم افزار اندنوت رو روش کلیک بکنیم، حالا اینجا شورتکاتش هم وجود داره، یقدر طول میکشه تا باز بشه. این نسخه شماره 20ش هستش، حالا نسخه های قدیمی تر هم وجود داره، نسخه های جدید تر هم انشالله خواهد آمد. زیاد لحاظ این که ورژنش تغییر میکنه، تغییری توی اون اساسش ایجاد نخواهد شد، فقط یه مقدار گرافیکش، دموهایی که داره تغییر میکنه و امکانات بیشتری رو در اختیار کاربر قرار میده. خب من اینجا چون قبلا یه فایلی رو باز کرده بودم به عنوان فایل تست که اینجا میخواستیم انجام بدیم، این خود به خود باز میکنه. اگر بخوایم یه فایل جدیدی رو ایجاد بکنیم، میتونیم از نیو استفاده بکنیم و حالا اینجا ما به عنوان اگزرسایز مثلا میتونیم یه چیزی رو مجدد سایز ذخیره بکنیم. اگر نگاه بکنید همه تو اون قسمت داکیومنت میره. خب یه همچین صفحه باز میشه، حالا این بالا هم اسمش رو نوشته، پسوندش رو نگاه بکنید، پسوند ENL یا همون اندنوت لایبرری هستش که علامت اختصاری اون هستش و اون پسوند اینجا درج خواهد شد. یه قسمت فایل داره که همون قسمتی که حالا توضیح دادیم، نیو داره، اوپن لایبرری، اوپن شیر لایبرری، ریسنته که اینجا ما یه تست رو داشتیم و اگزرسایزی که هستش الان داره میبینیم، کلوز داره، سیو از داره، سیو کپی داره، ایمپورت داره که میتونید فایل رو ایمپورت بکنید یا توی فولدری و پرینت بگیرید. خب این قسمت هایی هستش که شاید توی نرم افزارهای دیگه هم دیده باشید. یه قسمت ادیت داره که اینجا حالا فونتش رو میتونیم تغییر بدیم، اریال بکنید، حالا اون فونت هایی که اینجا داره، سایز فونت رو میتونیم تغییر بدیم، حالا اسلاید فونت رو که هستش بولد، ایتالیک، آندرلاین بکنه. این زیاد چیزای مهمی نیستش برای یه قسمت ادیت داره که حالا بعداً توضیح خواهیم داد. رفرنس داره، حالا یه قسمتی هستش اینجا شما میتونید رفرنس هایی که هستش خودتون ایجاد بکنید و به صورت دستی رفرنس ایجاد بکنید که میتونیم از اینجا شروع بکنیم. الان من نیو بزنم یه همچین صفحه‌ای باز میشه برای ما. اگه این بالا رو نگاه بکنید، اولین چیزی که از شما میپرسه رفرنس تایپ، میگه آقا چه رفرنس رو میخوای وارد بکنید، جورنال هستش، حالا کتاب، هر چیزی که فکر میکنید اینجا وجود داره. حالا بای دیفالتش اینه که جورنال آرتیکله، حالا
نویسندهش، سالش، تایتلش، نوع ژورنال، والیوم، ایشو، پیجی که هستش. حالا یه سری اطلاعات رو از شما درخواست میکنه اگر به صورت دستی فایل اضافه کنید. یه قسمتی هم اینجا داره اتش فایل، که اگر فایل پی دی افش هم دارید میتونید اینجا اتش بکنید. ولی معمولا ما این کار رو نمی کنیم توی رفرنس نویسی، چون الان دیگه سرچ میکنیم توی پایگاه های مختلف که هفته گذشته ما توضیح دادیم راجع به جستجوی منابع. از طریق اون جستجویی که هستش ما میتونیم، یه قابلیتی داره که تو اینجا منابع رو بیایم درج بکنیم. اما اینا الان من میتونم سیو بزنم، حالا میگه چیزی نمیده و میبنده. اما حالا میخوایم بیایم به این سمت، اینو میاریم پایین، یه صفحه باز میکنم من توی اسکولار. اما کجا میریم برای کار؟ من برای اینکه راحت باشه میرم توی اسکولار گوگل دات کام. اینجا میتونم یه چیزی رو سرچ بکنم به عنوان مثال دیابت. خب دیابت اتیتوس ان مثلا کووید 19. وقتی سرچ بکنیم یه سری مقاله برای ما میاره اینجا. اگر نگاه بکنید کنار اینجا یه حالت گیومه هستش، روی اون کلیک بکنیم یه قسمتی بالاش نوشته سایت، پایین نگاه بکنیم یه چیزی به عنوان اندنوت نوشته. حالا انواع شیوه ها هم اینجا توضیح داده، ما زیاد فعلا به این قسمت بالاش کاری نداریم. این قسمت پایینی که اندنوت هستش اگه نگاه بکنیم، وقتی اندنوت بزنیم این کاری که انجام میده فایلی دانلود میشه و این پایین توی این صفحه پایین نشون میده که اگر روش کلیک بکنیم مستقیم میره کجا؟ توی این نرم افزار اندنوت ما. الان توجه بکنید یه مقاله اینجا درس شده که اگه توی این قسمت توجه بکنید نوشته all reference 1 imported reference 1 recently add 1 unfilled 1. حالا اینجا شیوه های مختلفی که هستش اینجا توضیح داده. میتونید شما نوع رفرنس وی هم تغییر بدید. رفرنس وی اون چیزی که استفاده میشه و بیشتر جا توی نشریات معتبر هستش بر اساس ونکوور که به ترتیب ورود به بعد ما شماره گذاری میکنیم و بعدش هم بر اساس اون شماره هایی که هستش از یک تا اینی که هستش رفرنس ها رو میگیم. اون من ونکوور رو میزنم ببینید چه اتفاقی میفته. توی رفرنس نویسی ونکوور اول فامیل و اسم، بعدش عنوان مقاله میادش و در کنار اون نوع ژورنال میاد، تاریخ انتشارش، والیوم ایشو، حالا اون نسخه، حالا پیجی که هستش رو میاره اینجا برای ما نشون. حالا من جای مختلف اینو سایتی که هستش میزنم، چند تا رفرنسی که هستش اینجا وارد این نرم افزار میکنم. اینجا اتفاق فعلا سه تا رفرنس من از اینجا آوردم. شما ممکنه جاهای مختلفی برید جستجو بکنید. حالا اینجا گوگل اسکولار بودش، حالا من پاپ میدم میتونیم بریم سرچ بکنیم. سایت پاپ مید چون تحریم هستیم یه مقدار دوچار مشکل هستش، ما غیر مستقیم باید به سایت پاب مد وارد بشیم، مستقیم بزنیم نمیادش. حالا تو اینجا راجع به دیابت همون واژه‌ای که کار کردیم دیابت ملیتوس اند کووید 19 سرچ میکنیم.
اینجا هم یه سری مقاله برای ما میاره. این کنار این مقالات در نگاه بکنید یه آیتمی داره نوشته سایت یا شیر. اگه سایت رو بزنم میتونید مستقیم دانلود بکنه برای من و این پایین میاره. روش کلیک بکنیم خودش مستقیم میادش توی این نرم افزار اندنوت ما قرار میگیره. یه کار دیگه هم میتونم بکنم، به ترتیب کلیک بکنم کنارشو، این چند تا مقاله ای که هستش، حالا بر اساس انتخابی که داریم هر چند تا مقاله ای که هستش یه قسمت نوشته send to، اون قسمتی که نوشته citation manager رو انتخاب بکنم یه چیزی میادش برای من سلکشن 6 تا مقاله، میگم یه فایلی برای من ایجاد بکن و این فایل این پایین برای من دانلود میکنه. اگر روش کلیک بکنم اون 6 تا مقاله قشنگ میادش اینجا قرار میگیره. اگر نگاه بکنید تا حالا 10 تا مقاله ما داریم که توی این قسمت اندنوت ما قرار گرفته و این 10 تا مقاله ای هستش که راجع به دیابت و کووید 19. جای دیگه هم میتونم برم سرچ کنم، بله میتونم سایت های دیگه هم برم سرچ بکنم. حالا سایت هایی که ما بتونیم انجام بدیم، مثلا ساینس دایرکت بریم اینجا میتونیم وارد بشیم و سرچ بکنیم. اینجا میتونیم سرچ بکنیم حالا یا قسمت ادوانس سرچش میتونیم بزنیم، دیابتیس الیتوس اند حالا کووید 19. مثل مقاله برای ما میاره که اینجا مشخص هستش، میتونید این قسمتی که هستش رو نگاه بکنیم که این مقالاتی که اینجا هستش، حالا قبلا یه حالتی داشتش که میتونستیم انتخابش بکنیم، ولی خب تو اینجا یه قسمت این بالا داره وقتی که بزنید سایت داره. توی سایت رو بزنید بر ما میگه کجا میخوای بفرستید، حالا اکسپورت سایتش چیه، حالا ما میگیم RIS بزنیم تو همون اندنوت ما میبرد. وقتی که کلیک بکنیم توی همون نرم افزار اندنوت برای ما این وارد خواهد شدش. اینا بکنید اینجا این مقاله رو برای ما اومده انجام داده، ولی باید تک تک انتخاب بکنیم تا این کار اتفاق بیفته. بعد نرم افزار دیگه ای هستش که میتونه اینجا هم واردش بکنه. خب همه این نرم افزارهایی که هستش حالا این سفر رو دارن. حالا ما اینجا الان تعداد مقاله ای که هستش 11 تا مقاله اومده. یه امکاناتی داره توی خود نوت اگر انتخاب بکنیم، اگر این سفر رو اگر دیده باشید من میتونم اینجا یه قسمت ادیت دارم، میتونم ادیتی که هستش انجام بدم. یه قسمتی رفرنس داره، خب این رفرنس ها رو میتونم کپی رفرنس بکنم تو جای دیگه، ادیت رفرنس بکنم، نیو رفرنس که قبلا توضیح دادیم. یه قسمت اینجا داره که میتونه شما برید فایند فول تکست بکنه. یعنی چی؟ میگم اگر توی صفحه وب برای این 10-11 تایی که هستش برای من سرچ میکنه، اگه فول تکستی داشته باشه میادش اینجا اتش میکنه و این خب خیلی کمک میکنه به ما که فول تکست هایی که هستش هم در کنار اینجا ببینیم. اگه نگاه بکنید این پایین داره سرچینگشو انجام میده و حالا میخواد طول میکشه تا این سرچ بکنه و اگر فول تکستش رو پیدا بکنه میادش اینجا کنارش اتچ میکنه.
خب یه مقاله پیدا کردش که فول تکستشو اینجا اومده اتچ دو تا حالا به ترتیب داره نشون میده فول تکست هایی که پیدا میکنه بعدش هم اینجا اتچ میکنه. وقتی که اتش میشه فول تکست این کناره هاش علامت سنجاق میادش و نشون میده که اینجا یه فول تکسی داره. توی این قسمت میتونید برید ملاحظه بکنید فول تکستش. اینجا علامت پی دی اف آورده روش کلیک بکنید میتونه اوپن بکنه برای ما. حالا توی اون نرم افزار که حالا پی دی اف فایل میکنه میتونی فول تکستش هم اینجا ببینی. فول تکست این مقاله رو اینجا آورده. اگه نگاه بکنید بعضی هاشو URLش رو پیدا میکنه، یعنی اون سایتش رو پیدا میکنه، میتونید برید از اونجا دانلود میکنیم. مثلا برای این مثلا یارلش رو پیدا کرده میتونید روش کلیک بکنید بعد تو سایتش برید. تو این دومی هم همید. خب این کمک به ما میکنه دیگه خودمون نریم پی دی افش جای دیگه بگیریم، همینجا میتونه کمک بکنه. میتونید گروه بندی بکنید این موضوعی که هستش. مثلا من راجع به کووید 19 و دیابت سرچ کردم، میتونم اینا رو یه گروهی ایجاد بکنم، همه رو انتخاب بکنم، بگم اینا رو کپی بکنه بفرسته تو یک کاستم گروپ. مثل چی؟ مثلا اینجا نیو گروپی که هستش من میتونم اسمشو بذارم دیابت. حالا اسم این گروهی که هستش اینجا میتونیم رینیمش هم بکنم، حالا اسمش رو میتونیم دیابت. حالا گروه های بعدی رو میتونید سرچ بکنید. حالا مثلا دیابت و کووید 19، حالا شما میتونید هایپرتنشن و کووید 19 سرچ بکنید، همه رو تو اینجا بیاین انتخاب بکنید و گروه بندی بکنید. یه قسمت دیگه ای که حالا توی نرم افزار هستش قبلا این بودش که دوپلیکیت هایی که هستش هم میمدش پیدا میکرد. یعنی چی؟ بعضی موقع ما جاهای مختلف میریم سرچ میکنیم و جای مختلفی که سرچ میکنیم شاید مقالات مختلف توی جای مختلف ایندکس بشه و اونجا میتونستیم پیدا بکنیم اون دوپلیکیتی که هستش رو اینجا حداقل حذفش بکنیم. خب تو قسمت لایبرری برید نگاه بکنید یه قسمتی داره به اسم Find Duplicate. اینجا الان من Find Duplicate رو بزنم چند تا مقاله برای من آورده، میگه اینا مثل هم هستش، نویسنده هاش یکیه. حالا نگاه میکنیم میگه همون عنوانه، تو جاهای مختلف اومده، والیومش همونه، شماره هایی که هستش فرقی ذره تغییر کرده. حالا اینجا تاریخش رو زده، این تاریخش رو نزده، ISNش رو نوشته، دعاش رو برده. حالا میگه کدوم من براتون بذارم، حالا بستگی به سلیقه شما داره. میگه اینجا من PDFش هم آوردم ولی اینجا PDF نیورده. حالا میگیم اینو نگه دار، اون فایلی که هستش رو حذف میکنه. چه اتفاقی میفته؟ حالا اینجا توی سیستم حالا دوبار اومده، این ریکوردش رو نگه میداره. حالا شما میتونید دوپلیکیت هایی که هستش رو اینجا انتخاب بکنید. تعداد رفرنس هایی که دوپلیکیت بودش اگه نگاه بکنید چه اتفاقی افتاد؟ ما 11 تا داشتیم که 3 تا دوپلیکیت پیدا کرده که انداخته توی این سرد زباله‌ای که اینجا هستش. عملا توی دیابت ما 8 رفرنس باقی میمونده، 3 تاش افتاده توی قسمت سرد زباله. خب این خیلی کمک میکنه که ما توی مقالاتی که هستش از رفرنس هایی که داره استفاده میکنیم رفرنس های تکراری نباشه. حالا این رفرنس تکراری بودن رو جلوتر توضیح میدیم که بعدش چه اتفاقی میفته، چون ممکنه تو
توی شماره گذاری توی ونکووری که هستش این مشکل برای ما ایجاد شد. حالا ما گفتیم یه قسمتی میرفتیم سایت ها رو سرچ میکردیم، حالا پاب مد و یا مثلا گوگل اسکولار یا هر جای دیگه. خود نرم افزار اندنود یه قسمتی داره میتونه برای ما بره خودش سرچ بکنه. حالا اینجا لایبرری آف کانگرس داره، لیستا یا ابسکو هستش که انجام میده، NLM و وب آف ساینس. اگه من روش انتخاب بکنم اینجا پاب مد رو بزنم، خودش میادش اینجا میره برای من سرچ میکنه، میگه حالا میخوای چی سرچ بکنی؟ اینجا میتونید انتخاب بکنید بر اساس اون سرچی که توی پاب مد هستش. ای توجه داشته باشین، ما هفته پیش توی سرچ منابع گفتیم اند و اوروناتی که هستش میتونید انتخاب بکنید. میگه توی تایتل چه انتخاب بکنه، مثلا من میگم دیابتیس میلیتوس. ها اند مثلا اینجا کووید 19، این خودش میره سرچ میکنه. حالا اینجا یه سرچ آپشن هم داره، سیو بکنه یا لود بکنه. معمولا ما دوست داریم همینجا یه نشون بده برم. وقتی سرچ بکنیم، چون این قسمت اگه نگاه بکنیم من توی year نوشتم کووید 19، این اشتباه رو کردم، چیزی نیوردش. ولی وقتی که تایتل بزنم برای من الان اینجا یه سری مقاله میاره، نشون میده این خطه داره میره سرچ بکنه که این کاری که هستش انجام بشه. حالا این امکانو به شما میده که چند تا انتخاب بکنم ببرم، میگم 25 تا، 50 تا، 75 تا یا 100 تا. این توضیح برای من کمک میکنه، میگه تعدادی که میخوای انجام بدی چند تا این کار رو انجام بده. حالا میگم مثلا 100 تا. حالا میتونید انتخاب بکنید این 100 تا که هستش، حالا هر کدومو نگاه بکنید، این موتور جستجویی که هستش داره برای شما سرچ میکنه. حالا هر کدومو که دوست داشته باشید انتخاب میکنید. این انتخاب بکنید چیکار میکنه؟ میگه این رفرنس های رو ببره کجا؟ توی بکنه نیو لایبرری یا اینکه چوز لایبرری بکنه. میگه این چتایی که هستش انتخاب بکن ببر برای من تو کجا بندازه؟ کجا بودش؟ اگزرسایز که انتخاب کردم. تو میتونید شما اینجا رو انتخاب بکنید، وارد اون قسمت بکنید، کپی رفرنس تو دین لایبرری یا هر جای دیگه هستش، یا اد رفرنس تو چه. حالا من میخوام به این اضافه بکنه دیگه، اضافه میکنه به دیابت. اگه نابه کنید این چارتا که اضافه شد اینجا تعدادش 12 تا شد. حالا این سرچه رو داریم اینجا، شما این سطح رو ورده اینجا، شما میتونید انتخاب بکنید صفحات بعدی هم ببره براتون، ولی میتونیم این کاری که هستش انجام بدیم. حالا هر تعدادی که میخواییم انتخاب بکنیم اضافه بکنیم به این رفرنس هایی که اینجا وجود داره. خب جای دیگه هم میتونه استفاده بکنه، یه وب آف ساینس هم داره اینجا، میتونیم تو وب آف ساینس هم بریم بگیم همین کلید واژه‌ای که هستش رو سرچ بکنه برای ما. اینجا میگم سرچ بکنه، اگر دسترسی داشته باشه اینجا باید بتونه سرچ بکنه تو وب آف ساینس. یه پیام میده اینجا نتونسته پیدا بکنه چون سایت وب آف ساینس تو ایران نیستش. حالا میتونیم توی ابسکو رو بریم امتحان بکنیم، تو اونجا میتونیم سرچ بکنیم. اونجا هم میگه همچین چیزی پیدا نشه چون ابسکو بیشتر مقالات روانپزشکی میده. لایبرری آف کانگرس رو میریم سرچ بکنیم، اینجا هم پیدا نکرد. جای دیگه ای هم هستش که میتونید برید اینجا ها رو سرچ بکنید. اگه باز بکنید این جاهای مختلف رو به عنوان پایگاه های خودش مشخص کرده، میتونید انتخاب بکنید و اونا رو برید سیو بکنید. پاب مد هم داره خودش اینجا. اینجا اگه نگاه بکنید پاب مد رو داشتش دیگه، از اول پاب مد رو داشتش بای دیفالت. حالا جاهای دیگر هم میتونید برید اینجا انتخاب بکنید بر اساس اینجا. حالا من یه نمونه شو، این ایندکس اسلامیکوسه مثلا ابسکو، حالا ایندکس کوپرنیکوس، حالا مثلا آی اس
سی مثلا این کشورهای اسلامی که هستش، حالا اوید اینجا داره، میتونیم ببینیم اوید هم های انتخاب بکنیم میتونه پیدا بکنه. اوید ای نام بکنه یوزر آیدی میخوادش، به ما این اجازه رو نمیده تو اوید سرچ بکنیم. حالا جاهای دیگه ای که هستش رو میتونید اینجا انتخاب بکنید، بریم حالا بر اساس اون چیزی که هستش، مثلا مکمستر یونیورسیتی یا مثلا میتونیم انتخاب بکنیم آیا این اجازه رو به ما میده، میگه همچین چیزی یا به شما اجازه نمیده، اصلا پیدا نکرد. حالا از همه اینا بگذریم، شما میتونید با این خودتونم سرچ انجام بدید، عنوان یک محلی هستش برای جستجوی مقالات، یعنی اندنوت یه امکانی بر ما گذاشته که همزمان ما میتونیم آنلاین سرچ هم خودمون انجام بدیم، مثل حالا گوگل اسکولار یا هر جای دیگه انتخاب بکنیم و اضافه بکنیم به این دیتابیس. حالا همه این کارا رو ما انجام دادیم. بعضی مواقعی که هستش نگاه بکنید یه سری رفرنس هایی هستش که تو هیچ جایی پیدا نمیشه، مثلا پایان نامه های دانشجویی هسته، شما میتونید بیاید اینجا نیو رفرنس بزنید، خودتون دستی وارد بکنید، مثلا یه کتابیه یا اینجا نوشته دیتا سیتیه، یه قسمتی اینجا پایین تر نگاه بکنید نقشه هستش، موزیکه، نمیدونم پتنته، تزیسه، یه تزه، حالا میگه تزی هست، نویسندش یه سالش یه اکادمیک دپارتمانش چیه، پلیسشه، حالا دگری برای چه درجه، کارشناسی ارشده، نمیدونم پی اچ دیه، چقدر صفحه داره، مشاورش کی بوده، نوع تزه چی بوده، شورت تایتلش، حالا اگه این چیزهای دیگر هم داشتش میتونید اینجا اضافه بکنید و همه این چیزها رو دستی وارد بکنید. این قسمتی هستش که میتونید شما دستی هم وارد بکنید. اما همه این کارا رو کردیم، برای چی این همه زحمت کشیدیم که بیایم؟ ما معمولا توی نرم افزار ورد میایم مقاله یا تزمون رو انجام میدیم، درسته؟ حالا من اینجا ورد 2013 که هستش داریم، حالا وردهای ورژن بالاتر هم داریم. اگه تو ورد باز بکنید یه صفحه میاد، حالا ویوشو کاری نداریم چی باشه، اینجوری باشه یا هر جوری دیگه ای باشه، یه قسمت اون بالا داره نوشته اندنوت 20، درسته؟ حالا من میخوام یه مقاله بنویسم، از اینتروداکشن شروع میکنیم، حالا من اینجا همه اون چیزایی که داره مینویسیم به صورت فیک، حالا میخوام راجع به دیابت بنویسیم یا هر چیز دیگه، تایپ میکنیم، حالا معمولا یه رفرنسی بخوایم بدیم، مثلا اینجا حالا فرض کنیم دیابتیس ملیتوس، حالا اینجا خودش میتونه درست بکنه، کاری نداریم، دیابتیس ملیتوس مثلا متابولی دیزورد، حالا نقطه میزنی، حالا هر چیزی دیگه هستش، من جملهشو زیاد کاری نداریم چی بنویسیم. حالا میخوام برای این ماجرای رفرنسی ارائه بکنیم، ما میتونیم به نرم افزار اندنوت مراجعه بکنیم، این چیزایی که هستش مثلا دیابتیس از کوویدی که هستش، مثلا رفرنسی که حالا استفاده کردیم، مثلا این رفرنس بوده، این دوتا بوده، این دوتا رو که انتخاب بکنم، وقتی به ورد برم یه جای اینجا داره اندنوت 20 یه قسمتی داره نوشته insert citation، و این نها بکنید اون بالا یه insert citation داره، یه نوشته insert selected citation، نوت و فیگر هم میتونید اینجا insert بکنیم به عنوان کاری که انجام، ولی معمولا این قسمت دومی که هستش insert citation رو انجام. این اگه بزنید چه اتفاقی میفته؟ تو یه ذره فکر میکنه، حالا این نها بکنید که شماره برای شما میاره به صورت یک و دو، پایین هم میادش یک دو مینویسه، عملا این دوتا رفرنس های شما هستش که اومده بر اساس این اومده، یعنی ما میتونیم اینجا بگیم این رفرنس اینا رو بود. حالا اینا بر اساس چی هستش؟ حالا اینجا شما میتونید یه سری تغییراتی هم تو این
بدهید. اگه نگاه بکنید توی وردی که هستش یه چیزی داره اینجا نوشته ونکوور. حالا شما میتونید تغییرش بدید، مثلا من میخوام API 7ش بکنم که یه شیوه رفرنسی دیگه ای هستش. اگر نگاه بکنید تو API وقتی تغییر میده شیوه نگارشش فرق کرده، اول اسامی آورده، بعدش سال و بعدش عنوان و بعدش اسم مقاله. حالا این نکته ای هستش، من اگر اینا رو حذفش بکنم چه اتفاقی میفته؟ این پایینی ها حذف میشود. حالا میتونم برم چیز دیگه انتخاب بکنم. حالا بعدا توضیح میدیم چی کار بکنیم که اینا حذف نشود. حالا اگه برگردیم اینو دوباره میاره، این قسمت هم میتونیم دوباره انتخاب بکنیم، همون API که هستش رو بیاد تغییر بده و ونکوورش بکنیم. اینا بکنید، حالا دوباره حذفش کردش اینجا. من فقط اینجا این زرتی که هستش میخوام ببینم. یه قسمت اینجا داره نوشته update citation هم بیبلوگرافی، وقتی بزنم حالا چون اینجا رو حذفش کردم دوباره مجبور هستم دوباره اینجا اینزرتش بکنم. نگاه بکنید دوباره عددی میاره. حالا این قسمتی هستش که آورده. حالا شما متنتون رو ادامه میدید، مثلا کووید 19، راجع به کووید 19 میخوایم حساب بکنیم، مثلا کووید 19 مثلا ایده مثلا لایف. حالا به ترتیب هر چیزی که هستش رو می نویسید. حالا این هم برایش یه رفرنس می خواهید ارائه بکنید. تو این قسمت رفرنسی که هستش مثلا می گید مثلا این مقاله هستش و مثلا با این مقاله انتخاب می کنید. دوباره همون مرحله قبلی که هستش اینجا می تونید انجام بدید، همچین چیزی که هستش اتفاق می افته. اونجا الان 1 تا 2، اینجا میشه 3 تا 4. حالا به ترتیب ورود به متن برای خودتون درست می کنید. حالا هر کدوم اگر اینجا کمش بکنیم ببینید چه اتفاقی میفته. من رفرنس 2 رو از اینجا حذفش میکنم، اتفاقی که میفته حالا اینجا نمیفهمه، اینو حذفش نمیکنه. حالا کلش حذف میکنم. اگه نگاه بکنید دوباره اینا 1 تا 2 شدش، یعنی بر میگرده چیزی که هستش. حالا آندوش بکنم دوباره اون قبلی ها رو، هرچند که حذفش کردیم ولی اینجا اون 1 و 2 که چون حذف شده رو نمیاره، فقط این پایین میدونید یه رفرنسی بوده. پس حواسمون باید باشه این قسمتی که داره کار میکنیم، اندوتی که هستش یه مقدار حساسیت داره. اگه میخوایم دوباره انتخاب بکنیم دوباره باید بریم اون رفرنس ها رو انتخاب بکنیم. خاطر همین میگم حواسمون باشه این حذف میکنیم، این پایینی که هستش توجه داشته باشه اینا حذف میشه، یا این قسمت الان من حذفش بکنم کلا میبره. حالا این قسمتی هستش که نکات ریزه ریزه ای که هستش باید توجه بکنیم. رفرنسی که اونجا میذاریم بعد دوباره باید بیایم اینا رو چک بکنیم و اون رفرنس ها رو بذاریم. خب حالا من اینا رو نوشتم، اینجا هم یه رفرنسی اومدم زدم. این رفرنس ها الان من فرض کنید دو تا رفرنسی که زدم و اینجا اومدش. حالا اسامی اینجا رو میبینم، مخصوصا تو فارسی ها این اتفاق میفته. مثلا اسم فارسی که هستش اشتباه زدم، اسم فلش رفتم میخوام درستش بکنم، میرم تو این دوتا کلیک بکنم، اینجا یه قسمتی داره میتونیم ادیتش بکنیم. اسم این پال ری که هستش، مثلا من دیدم اسمش چیزه، به جای پال باشه پالوسه مثلا میذارم، مثال میگم، سیوش میکنم، اینجا میشه پالوس. ولی تو اینجا بریم نگاه بکنیم این پالوس اتفاق نمیفته دیگه. اینجا یه قابلیتی داره، وقتی که من آپدیت رو بزنم ببینید چه اتفاقی میفته. اینجا دوباره همون اسمی که غلطی که اونجا هستش و اینجا میادش درست میکنه. حالا دوباره من میرم این پالوسی که اینجا هستش رو دوباره درستش میکنم، یا اون پال راره سیوش بکنم، دوباره که اینجا بیام ولی اینجا تغییر نمیکنه. من باید یه کاری که انجام میدم اینجا دوباره آپدیتش بکنم تا این دوباره به حالت اولش بر بگرد. اینجا الان نگاه بکنید یاری بیگیه، حالا
این چیزی هستش که حالا شاید یکی از دوستان خودمون باشه یاری بگی، حالا حبیب یاری بگی خودمونه که حالا مثلا یه مقاله ای زده، حالا خوشبختانه اینجا اسمش هم اومد به عنوان نویسنده اول. حالا چون فارسی هستش ممکنه مثلا اسپل این حرفش رو اشتباه زده باشه، میتونی بری اینجا درستش بکنی، حالا اسپلی که هستش یا اونایی که دستی وارد میکنیم شاید بعدش دچار چالش بشه. اینجا اگه نها بکنید حالا این ادیتو که زدیم، حالا میتونیم بیایم بیرون، این قسمت درست میشه دوباره. حالا یه قسمت هایی تو اینجا داره، میتونیم سورت بکنیم بر اساس جورنالش، میتونیم بر اساس سال سر، بر اساس نویسنده سر، حالا اینجا درستش بکنیم. این قسمت هایی هستش که حالا ریزه کارهایی هستش که ما زیاد ورود بهش نمی کنیم، ولی اون چیزی که حالا خدمتتون گفتم و مهمه، اینجا میتونید شما یه فایلی هستش به عنوان سیو از داره. حالا سیو ازی که میخوایم سیو از بکنیم چیکار بکنیم که این اتفاق برای ما نیفته. حالا اینجا فعلا به عنوان اینترودکشن سیو میکنه. حالا وقتی اینترودکشن هم سیو بکنه، بری روی این یه علامت سیاسفید میادش و مشخص میکنه رفرنس داره. ولی اگه من این سیو ازی که داره انجام میدم، فایلش قبلا اینجوری بودش که یه جایی داشت به عنوان تایپی که داشت اینجا رو به عنوان پی دی اف یا پلین تکس سرچ بکنم، چه اتفاقی میفته؟ اینجا بازم پلین تکسی که ارتش حذف میکنه. خب اینو کارش نداریم، این دون سیف بکنه. ولی یه قسمتی هستش که شما میتونید حالا این سیف فایل سیف شده ای که الان ما اینجا داریم و بیایم دوباره بازش بکنیم، چیکار بکنیم که این یک و دویی که حذف میکنیم اون رفرنس های ما از بین نرود. تا این فایل ورد رو باز بکنه، فایل ورد میخواد باز بکنه، فایل ورد میخواد باز بکنه کلا. ما اینقدر تلاش میکنیم تا حالا این اینترودکشنی که اینجا هستش رو ما داکسش رو باز میکنیم. میتونید شما برای اینکه پیشگیری از این بکنید که از بین بره، این سیو از پی دی افی که هستش میتونید سیو از پی دی افش بکنید که حالا حداقل این فایلی که داره میادش به عنوان پی دی اف ذخیره بشه. الان به روش نها بکنه دیگه این تغییری ایجاد نمیکنه دیگه، حذفش هم بکنه کسی اون رفرنساش از بین نخواهد رفتش. تو از این اتفاقا افتاده برای فردی که حالا اون فرد برای مقالات و فرستاده برای نشریه ای حواسش نبوده یه رفرنس رو حذف کرده، عملا تو این رفرنس های این طرف حذف شده دیگه. بعدش هم میخوای پیدا بکنی توی 10 صفحه کدوم رفرنس حذف شده، خب یه مقدار سخت هستش. حداقل یه نسخه ای داشته باشید خودمون ببینیم چه اتفاقی افتاده. حالا یه زمانی هستش که شما این کار رو انجام دادید، این رفرنسی که هستش رو دارید، یه قسمت تو اندنوت داره، شما میتونی رفرنسی که داشته باشه این رفرنس هایی که دارید رو اکسپورت تو اندنوت بکنیم. خب این قسمتش فعلا اینجا کار نمیکنه تو ایران. خدا رو شکر. اینجا یه کاری که بر ما انجام میده، این اکسپورتی که هستش رفرنس های ما که داریم و میتونه منتقل بکنه به یک لایبرری دیگه. یعنی شما یه مقاله ای نوشتی، رفرنس هاشو میخوای ببری توی یه جای دیگه هم سیو بکنی، میتونه اینجا میگه برات پیشنهاد داده بیار اینجا، میگه نه من میتونم یه نیو رفرنس لایبرری برای من واس بکنه، این دوتا رفرنس رو ببره تو اونجا. این خیلی کمک میکنه. میتونه شما بعضی از نشریات هستش که فایل رفرنساتون رو میخوان، میگن این رفرنسی که هستش فایل اندنوتش رو برای من بیاره،
شما میتونید مقاله رو بنویسید، فایل رفرنساتون رو از این طریق عنوان یه فایل اندنوت میگه حالا اسمش رو به من بگو، مثلا مینویسیم آرتیکل. اگه ناب کنید اینجا سیو میکنه برای ما. میتونیم بریم اینجا، حالا تو اینجا که هستش بریم باز بکنیم، یه دونه فایل جدیدی برای ما باز شد به عنوان چی؟ اگه توجه بکنید اینجا یه فایل جدیدی برای ما باز شد به اسم articles.enl که دوتا رفرنس توشه، اون دوتا رفرنسی که برای اون مقاله هستش که ما نوشتیم. پس این رفرنس ها یه دونه میتونیم ما مهندسی معکوس بکنیم، یعنی قبلا اینجوری بودش یه فایل اندنوت داشتیم میبردیم تو مقاله، ولی اگر مقالهمون رو بر اساس اندنوت نوشته باشیم میتونیم اون مقالات که اونجا به عنوان رفرنس هسته شد بیایم انتخاب بکنیم و تمام اون رفرنس ها رو بر ما برمیگردونه و میبره توی فایل اندنوت. از این اتفاقا افتاده که مثلا فردی که هستش فایل اندنوتش پاک شده، حالا میخواد برگردونه، اگر مقالهش رو بر اساس اندنوت نوشته باشه میتونه این مقالات رو بر اساس اون چیزی که هستش این دوباره برگردونه و یه فایل اندنوت جدید ایجاد بکنه بر اساس اون مقالاتی هستش که سایت کرده. و اینجا خب خیلی کمک میکنه یا ما از موقع از این اتفاقا میفته، فایل اندنوت حذف میشه. اما نقطه این هستش که حالا اینو ما سیو میکنیم، اینجا اگه نگاه بکنید کلارش یه سری پی دی اف ها هستش. این پی دی اف ها رو حالا میتونیم از کجا به دست بیاریم؟ گفتیم اینا کجا میره ذخیره میشه؟ توی قسمت داکیومنت. توی داکیومنت اگه بریم اینا رو میبینیم، اگه نگاه بکنید نوشته مثلا اگزرسایز، اینجا هم یه اگزرسایز دیتا داریم، درسته؟ یه پوشه‌ای داریم به اسم اکسرسایز دیتا. توش باز بکنیم بالاش یه سری نوشته پی دی اف. حالا بر هر کدوم از اینا شماره داره، 1 2 3 4 5، حالا تا اون تعدادی که هستش. اینا چی هستن؟ پی دی اف های اون مقالاتی هستن که اومده اتچ کرده. شما میتونید اینا رو فایل فولدری که هستش رو بردارید برای خودتون مطالعه بکنید یا جای دیگه ذخیره بکنید. یه نکته ای هستش اگه میخواییم از کامپیوتر دیگه ای، مثلا الان این فایل اندنوتی که هستش ذخیره شده، حالا مثلا این اگزرسایزی که پی دی اف داره، حالا میخواییم منتقلش بکنیم به یه کامپیوتر دیگه، حالا من اینو میبندم. همیشه ما توصیه این هستش که وقتی که منتقل میخواییم بکنید همزمان چه کار انجام بدیم؟ همزمان هم فایل رو منتقل کنیم همون پوشه ها رو، چون اگه فقط فایل ENLش رو منتقل بکنید چه اتفاقی میفته؟ شما دسترسی به پی دی اف ها دیگه نخواهید داشت. یعنی اگه میخوایم انتقال بدیم مثلا کپی بکنیم رو فلش بریزیم بعدش بریم جای دیگه استفاده بکنیم، این یک داکیومنت هم میخواید انتقال بدید، اگزرسایز انتخاب میکنم با این دیتایی که هستش، این دوتا رو با هم دیگه کپی میکنم میریزم رو فلش هم، بعدش وقتی هم که میخوام ببرم تو کامپیوتر خودم استفاده کنم بعد ببرم کجا دوباره پیست بکنم؟ تا همین داکیومنتی که حالا اونجا شاید مای داکیومنت باشه، تو همونجا دوباره باید برم کپی پیست بکنم تا بتونه نرم افزار اندنوت از اونجا فراخوانش بکنه و واکاپی بکنه و بتونه استفاده بکنه. حواستون باشه اگه جای دیگه ای برید کپی پیستش بکنید میگه فایل اندنوت دیگه باز نخواهد شد. حالا من امتحان میکنم تو همینجا، من یه کپی کردم مثلا میارم حالا توی مثلا دی اینجایی که هستش میرم پیستش میکنم. حالا اگه میخوام وضع کنم، چون البته این توی این کامپیوتر داره باز میکنه برای من، ولی تو کامپیوتر دیگه ممکنه باز نکنه، چون اینجا یه اندنوت دیگه ای من توی داکیومنت هم دارم و میره از اونجا باز میکنه این فایلو. حالا قبلا اینجوری بودش که تو نسخه قدیمی همچین اتفاقی نمیافتادش، ولی حالا شاید نسخه جدیدتر این مشکل و این باگ رو برطرف کرده باشن و حتی توی مثلا درایو دیگه ای هم ذخیره بکنیم، حتی روی فلش هم باز بکن. ولی قبلا این مشکل رو ما داشتیم، همکاران روی فلششون وقتی که ذخیره میکردن باز نمیکرد و این خیلی دچار مشکلشون میکنیم. من فایل رو کپی پیست کردم ولی باز نمیکرد. خب تو این قسمت یه قسمتی ما داریم این تولزایی که هستش هم نگاه بکنیم. اینجا توی تولز نگاه بکنیم خودش آنلاین سرچ داره، فرمت پیپر هم اینجا نگاه بکنید وجود داره،
سایت وایل یو رایت میگه همزمان میتونید اینجا برید، همینجا میتونید برید، حالا فایل وردی که هستش از اینجا هم میتونید به جای اینکه اینجوری بکنیم خودش میتونه از طریق این تولز خودش ببره اونجا. یعنی حالا کانکشنی که هستش و نیو کانکشن و ایمپورت فایلی که هستش و آتپوت استایلی که هستش هم اینجا من گفتم ونکوور باشه، میتونید چیزای دیگر هم انتخاب بکنید. یه ادوانس سرچ هم اینجا داره، میتونید استفاده ازش بکنید. یه دیکاور لایبرری داره، حالا مثلا ما اینجا چیز اگر فایل ان نوتتون مشکل پیدا بکنه ریکاوری میکنه، مثل فایل وردمون که خراب بشه میتونه این ریکاوری لایبرری که هستش این کار رو انجام بده. حالا میگه چوز دی لایبرری که هستش انتخاب بکنید، معمولا باید به فایل انتخاب بکنید که این کار رو بکنید. حالا لایبرری سامه گروپ بندی هم اینجا گفتیم خدمتتون. بعضی موقع بعضی از نشریات یه استایل خاص خودشونو دارن، یعنی اینجا اگه نگاه بکنید من اینجایی که هستش آتپوت استایل رو دارم، ولی یه قسمتی هم اینجا داره نوشته Open Style Manager. جاهای مختلف نشریات مختلف استایل های خاص خودشو دارن، نگاه کنید برای نشریات مختلف استایلی دارن. آکادمی منیجمنت ریویو، اکانتینگ ریویو، حالا هر جایی که هستش میتونه اینا رو انتخاب بکنه. مثلا امریکن ژورنال آف سایکولوژی شاید استایل خاص خودش داره، اگه من انتخاب بکنم ببین چه اتفاقی میفته. حالا ادیت بکنیم این رفرنسی که هستش، حالا توضیح داده مثلا این استایلش که هستش، میتونه اون خروجیتون رو اینجوری انتخاب بکنه. حالا اینجا استایل اینفو پریویوش هم مثلا نشون میده که چجوری در میادش، اون استایل اون نشریه رو اینجا توضیح داده. بعضی از نشریات وقتی که میخوایم مقاله براشون بفرستیم اون فایل استایلش هم خودشون داده، یه این فایل استایل هستش و با این استایل بنویس. شاید تو این قسمت ها نباشه، حالا چیکار بکنیم؟ فرض کنیم اون فایل استایل رو دانلود کردیم، حالا کجا باید ببریم؟ حالا من خدمتتون نشون میدم که کجا باید بریم. توی پروگرام اگه بریم توی اینجا، حالا مثلا تو دیس پی سی معمولا نرم افزارها وقتی ذخیره میشه میره توی قسمت پروگرام فایل، اگه اینجا نگاه بکنید بعد یه جای اند نوت 20 رو پیدا بکن، یه جایی داره نوشته استایلز، استایلایی که اونجا دیدیم اینجا هستش. این فونتی که هستش توی ورد داریم که میایم کپی پیست میکنیم تو قسمت فونت، اون استایل رو اونجا دانلود میکنیم و میایم اینجا کپی پیدا میکنیم. حالا من میخوام بیام اینجا توی گوگل، مثلا میرم یه استایلی رو میخوام توی نشریه ای هستش، مثلا میگیم اند نوت استایل ژورنال آف مولکولار مثلا نیکوید، مثلا حالا میگه استایلش که هستش، حالا مثلا معمولا دارم توی نشریه که هستش میتونید دانلود بکنید اینجا. حالا اینجا یا اینجا نوشته دانلود استایل، حالا این استایل رو دانلود کردم، اسمشو ببینید جورنال مولکولار لیکوید، اینو انتخاب میکنم. حالا شو این فولدرش میذارم که هستش در میادش، حالا کجا رفته. وقتی اینو انتخاب بکنم کپی میکنم میارم کجا میارم، دانلودش میکنم تو همین استایلایی که اینجا هستش پیست. حالا اینجا نوشته اجازه ادمینستراتور میخوادش، حالا اینجا چیز داریم ما این کانتینیو میذاریم اجازه میده برام دانلود بکنه یا نه، امیدوارم دانلود بکنه. اینجا اومدش جو نار میکنید پسوندش نام میکنه ENS، یعنی N Node Style که هستش. حالا من میتونم برم تو اینجایی که الان انتخاب کردیم گفتیم استایل هایی که خروجی داریم، آتپوت استایلی که هستش چی بیارم. حالا اینجا میتونم سرچش بکنم یا اینکه بیام پیداش بکنم، اسمش ایاتون باشه مثلا جورنال آف مولکولار دیکوی، این انتخاب بکنم درسته. حالا نگاه بکنم استایلش چی هستش، حالا اینجوری مثلا نوشته، حالا اینو انتخاب بکنم. حالا مثلا اینجا توضیح داده، حالا خروجی منو میگم بر اساس این بکنه. حالا باید ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته.
اگر خروجی استایلی که هستش رو مثلا من اینجا انتخاب کردم، نوشتنش رو نگاه بکنی، اینجا استایلش رو تغییر داده. حالا اون بالایی که هستش سامری نگاه بکنیم، استایلش یه جوری تغییر کردش. حالا اینجا ونکووره، من میتونم برم استایلش رو اینجا انتخاب بکنم. حالا ونکووری که هستش، حالا من میگم اون استایل جنر آف مولکولار لیکویدی که هستش انتخاب بکنم، این انتخاب کردم، اومده اینجوری کردش، یک همچین چیزی برای من نوشته. حالا اینجا هم میتونم برم اینجا هم انتخاب بکنم، تو اینجا استایلش هم اینجا استایل هایی که هستش رو میتونم اینجا انتخاب بکنم. اینجا اگه نها بکنید جناف مولکولار اسلای اینجا بود، اینجوری نوشتش، یه تغییر اینجوری پیدا کردش. ولی من میتونم برم استایلش رو دوباره تغییر بدم. یا اگه برای این نشریه میفرستی باید اینجوری بفرستی، اگه اینجوری نفرستی من مقالت رو برمیگه. حالا معمولا ونکوور هستش. حالا جای دیگه جورای دیگه هم مثلا معمولا همکار روان پزشکی مثلا API می نویسه. حالا هر کدوم از اینا رو بزنید میتونید مشخصاتش رو نگاه بکنید. حالا آثر دیت میزنه مثلا اینجوری اسم آثر رو میزنه، حالا مثلا با سالش. حالا این دیگه بستگی به اون نشریه ای داره که شما میخواید بفرستید. ولی معمولا ما ونکوور انتخاب میکنیم. این نوته به ما کمک کرده، حالا میتونید شما راحت بکنید، استایلش رو دانلود میکنید، همه این کارها رو اینجا انجام میدهیم. این تولزایی هستش که بالاخره کمک میکنه. اسپل چک داره، چک میکنه اسپل رو، نمیدونم گروپ بندی ها که توضیح دادیم خدمتون، گروپ سه حالا همچین چیه، رفرنس هایی که هستش، حالا فایل اتچمنتش رو مثلا میتونه اوپن سیو از بکنه، حالا همچین چیزی انجام بده، URLش رو میتونه سرچ بکنه، حالا Web of Science Reference Summary دیگه از این چیزهایی هستش که بازی کردن با اون کارهایی هستش که ما انجام میدیم. یه نکته دیگه ای نداره، هرچند که هر بار با این نرم افزار نوت کار میکنی شاید نکات جدیدی رو شما بهش برسید، ولی ما سعی کردیم مختصر و مفید تو این فیلم در خدمتتون راجع به نرم افزار اندنوت توضیح بدیم. انشالله که مفید فایده برای شما بوده باشه. با تشکر از توجه شما، خداحافظ. مختصر مفید.